ولسوالی در رسوف بالای ولایت سمنگان صبح امروز در پی عملیات مشترک نیروهای دولتی و نیروهای خیزش مردمی با فرماندهی جنرال محمد علی شجاعی از تصرف طالبان خارج گردید. وزارت دفاع ملی با تایید این خبر گفته است که هنوز هم عملیات ها برای پاکسازی بخش های باقی مانده ادامه دارد و گروه طالبان در حال فرار از ساحه‌اند. گفته می شود در پی عملیات بازپسگیری این ولسوالی شماری از افراد کلیدی گروه طالبان کشته شدند. ولسوالی در رسوف بالا از دست کم 20 روز قبل بدین سو در کنترل طالبان بود و نیروهای خیزش های مردم با فرماندهی جنرال محمد علی شجاعی از اعضای ارشد حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و حاجی خلیل در رسوفی معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در کنار نیروهای دولتی برای بازپسگیری این ولسوالی بسیج شده بودند. پس از ساعت‌ها جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای دفاعی و بسیج‌های مردمی در ولسوالی دریسوف بالای سمنگان، سرانجام صبح امروز طالبان با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. درگیری که با گفته فرماندهان خیزش‌های مردمی منجر به کشته شدن 20 طالب مسلح به شمول اعضای ارشد طالبان از جمله ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دریسوف بالا و معاون نامنهاد طالبان در ولسوالی دریسوف پایین و همچنان منجر به زخمی شدن 10 جنگجوی طالب شده است. فرماندهی نیروهای خیزش مردمی را جنرال محمد علی شجاعی از اعضای ارشد حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عهده دارد. دین روز ساعت 4 بجه پلانای عملیاتی خود سنجیده بودن به خاطر آزادی ولسوالی زرشتوف در زمین مقاومت و امشب ساعت 2 بجه وارد عمل شدن و دشمن بسیار ضربه محکم برشان وارد کردن. تعداد بیشتر از 20 نفر دشمن کشته دارند. وزارت دفاع ملی اعلام کرده که پس از بازپسگیری ولسوالی دریسوف بالا، اکنون جنگجویان طالب در حال فرار از منطقه اند و توان مقابله با نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی را ندارد. حاجی خلیل دریسوفی معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که برای بسیج نیروهای مردمی در کنار نیروهای دولتی به سمنگان رفته است، به استادگی جدی نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی اطمینان می‌دهد. او می‌گوید هنوز هم درگیری‌ها با گونه پراگنده جریان دارد. نامه نظام درگیری کنه بهش جریان داره و تعرفات خود داره چون جنازه های شده مانده و وضعیت امکان داره که جنگ باز این شبه بله. در عملیات بازپسگیری ولسوالی دریسوف بالا، مردم محل به صورت همه‌جانبه از نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی حمایت کردند. فرماندهان نیروهای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی می‌گویند مردم در حال پیوستن با آنانند و نیروهای نظامی از روحیه بلند برخوردارند. نیروهای امنیتی و خیزش‌ها و بسیج‌های مردمی و مفرزهای امنیت ملی با یک روحیه عالی معارفه‌ای و آماده هر نوع مبارزه و مقابله در برابر دشمنان وطن هستند و مردم هم کاملا ضمن از این که قبلا مثلا در این عملیات سهم خود داشتند و همین لحظه پشت سر هم نیروها بسیجای مردمی از تمام قرا و قصبات ولسوالی بالا در حال آمادن هستند. ولسوالی دریسوف بالا هرچند گذشته درخشان مقاومت در برابر تهاجم گروه‌های تروریستی را داشته، اما دست کم 20 روز قبل به تصرف طالبان درآمد. باشندگان این ولسوالی از بازپسگیری این ولسوالی ابراز خرسندی می‌کنند.